Yani işin motorunu götüren Bal'an bozuyor. Histoire de gouverneur du Yémen et de Hatam. ذكر الاخ عباس مواقف. هاش 17507. قصه شب. داستان امشب: بهترین مجسمه دنیا. به نام خداوند نام و خدا بوند جان. یکی بود یکی نبود، روزی بود روزگاری بود. تو همون روزگارهای قدیم یه شبی از شبای خدا تو یه شهر خیلی دور یه مجسمه دور از چشمون کنجکاو مردمون سر جاش ایستاده بود و زار زار گریه میکرد. باور ندارین؟ خودتون نگاه کنین. این در غربت دلم شادا نجایی در وطن دارا. آخه عزیزم قربونتم، چرا گریه میکنی؟ نکنه سرپا واسدی خسته شدی؟ بابا بلم کن، چی بگی تو برای خودت؟ همو دست به این دل خرابم نذار، بذار با این بدبختی خودم گریه کنم، بذار برای خودم. بلم کنین بابا، چی میخین از جونمو؟ خب چی شده؟ بگو برامون مرد. من این همه آدمو برداشتم با خودم آوردم که قصه تو رو بشنوی. چی داری برای خود بگی آمو؟ ولمون کن، چه قصه ای چه قصه ای، ولمون کن پیرمرد. اصلا تو میدونی داستانمو چیه؟ الکی نشستی برای خود داری چیز میکنی؟ هنی همه بدبختی های ما اونجای شروع شد که اینا مون از تهران آوردن نهادن اینجا که چی؟ یعنی به خیال خودشون همه مون بشناسن. ولی نمیدونم چی شده که از وقتی اومدم اینجا ایستادم همه زایم میکنن، بهم بی‌اعتنایی میکنن، اصلا تحویلم نمیگیرن اینجا. کوی یعنی چی؟ تو با ما بگو، تو که نشستی داری داستان میگی. 20 سال آزگار ویسی یه جایی تو شرجی و بارون و آفتاب 85 درجه تحمل بکنی و هیچ کس هم اسمت بلد نباشه؟ چرا اینقدر ترخی؟ مگه اسمت چی چیه؟ دیدی تو هم اسم منو بلد نیستی؟ دیدی همه تون این همین؟ میدونی اصلا چیکار کنی؟ برو از همون هایی بپرس که دوتا دوربین قرازه دستشون گرفتن و هر کسی ناکسی گرفتن به حرف که نشون بدن ما کار به بلد نبودم. بایسته بینیم، بایسته دقیقه نرا، دقیقه بایسته نکنه تو نم از همون هایی ها؟ از همون هایی؟ از کدوم ها؟ از کیا؟ از کدوم ها؟ از کیا؟ اینا دیگه هم اینا نمیبینی اینا دیگه اینا حالا اسم دریا قلیو شنیدی؟ دریا قلی رو میشناسی؟ دریا قلی. دریا قلی رو میشناسی؟ کیو؟ دریا قلی. دریا قلی. حالا اسم دریا قلی رو شنیدی؟ دریا قلی رو میشناسی؟ کیو؟ دریا قلی. دریا قلی نه. دریا قلی یا دریا قلی؟ نه. نمیشناسم. من چون آشنا نیستم صحبتم خیلی وجه نداره. دریا قلی رو میشناسی شما؟ نه. حالا جالب اینه که خرم این کارو میکنه دیگه. دریا قلی رو میشناسی؟ کاندیده؟ دریا قلی رو میشناسی تو؟ من نه. شهید نبوده دریا قلی؟ آقای دریا قلی یه کسی به این اسم بوده اونجا. دریا قلی؟ آره. چی کاره بوده؟ چی بوده؟ نمیدونی چه کاره بوده؟ نه نمیدونم. نه. 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 شما دریا قلی رو میشناسی؟ دریا قلی. شما اسم دریا قلی رو شنیدی؟ نه خوشگه قلی شنیدم. یه دریا قلی پسر باباش. دریا قلی یادم نمیاد. شما اسم دریا قلی رو تا حالا شنیدین؟ نه خوش. والا ما بچه اصلا اینجا نیستم. وجود آدم های مثل دریا قلی یک غنیمتی است. فامیلش که ذهن ما شنه نمیاد. دریا چی؟ دریا قلی. نه تو ما اون منطقه نرفته، ما شمالی هستیم. دریا قلی و ما ادراک دریا قلی. و
دریاقلی؟ حضور ذهن نداره. ببینم اسم دریاقلی رو داره شنیدی نه؟ دریاقلی رو میشناسی؟ دریاقلی. کار به این کار ندارم. برو دنبال کارتون. دریاقلی رو میشناسی شما؟ نمیشناسم. اسم دریاقلی به گوشتون آشناس یا نه؟ نه متاسفم. دریاقلی رو میشناسی؟ نه. نشینی تا حالا؟ اسم دریاقلی تاله به گوشت رسیده؟ کیه دریاقلی؟ پسر باباش. دریاقلی؟ عجبه بابا. عجبه. آپ چی؟ همینه دیگه. همینه دیگه. فکر کردی من حرف علکی میزنم؟ تازه اینا چیزی نی. بیا دنبالم تا یکیه بد نشون بدم. بیا. بیا. بیا با هم دیگه بریم بد نشون بدم بیا موهایی که مونه ایتالی درست کرده، صورت مونه کفگیر درست کرده. بیا بد نشون بدم. بیا زیبا، بیا زیبا. بیا دنبالم. بیا دنبالم. اینا همین آقاه، همین اینه اسم خودم رادو استاد دانشگاه. بذار گوش کنیم چی میگه. سال 61 توفیق حاصل شد که به عنوان یه رزمنده برم در جبهه شرکت کنم. بعد توی منطقه که بودیم یه شبی صحبت از یک نفر شد به نام دریاقلی. چند بار ماکت این رو ساختم، با موم ساختم، با فرمای مختلف ساختم که این آخریش بود دیگه، جوری که بعضی هاش حتی صورتاش مشخص بود. بینی بین الله راست بود. ای یعنی قیافه منه صورتو میدیدی؟ اینه نه همون درستم کرده. در قطع این سمبول یک انسان فداکاریست که وظیفه‌اش رو که صحبت کردیم به خوبی در مقطع خودش انجام. یعنی آدم نه دو پایی بزنه تو سر خودش؟ ای چی آخه خو؟ آقای استاد دانشگاه. همو قولت میگم فردا صداش هم در میاد. این قطاری هم که سوار شدن بیان باش آبادان، یک قران اینا پول بلیتش هم چی؟ ندادن این گداها. حالا میبینیم. آقا هنی وقتی من میگم این گروه مأموریت پیدا کردن که بیان اینجا و من ضایع بکنن، یعنی بی آبرون بکنن، حرف علکی نمیزنم. ما دلیل دارم. ببین راه افتادن در به در تو شهر دارن دنبال یکی میگردن که نقش منو بازی بکنن. تازه چی دوزارم نمیخوان خرج کنن. فیلم بی مزمنت رفتن این رفیقشون رو برداشتن، نمیدونم از کجا پیدا کردن آوردنش، صحبت کردن که بیاد جای ما بازی بکنه. آها پس این طور قضیه. برای فیلم میخواد چی کاره بشه؟ حالا ما نمیخوایم کاره بشیم، ما میخوایم یادگار شهدا باشیم. چو خان نکن، راه کن، راه کن، راه دور دیدی از این طرف نه؟ اصلا خوشم نمیم. خودت میدونی، راه کن راست. خودت میدونی، اون زمانی که ما جونمونه وقت در انداختیم، نه حقوقی داشتیم، نه مزایایی داشتیم. نقش چی داشت تو؟ رو کرا. نقش هیچی نمیخوام داشته باشم. پس چرا زنگ میزنی میگی بعد نقش عوض فیلم اومدی؟ حالا چرا دوری نفتالی داری حرف میزنی؟ نه راست بگو. نه هیچ نمیتری. یعنی تو نگفتی میخوام. نه حالا اصلا نمیتری. حالا فکر کن صدا تو که نمیگیرن راست بگو. حالا حالا راست بگو. چرا ابتدا حالا نمیگیرن؟ نمیگیرن. من نقش اول خودم والی کنم. با چه اونجا جلو دوری میرن که میگی که پر. دوری میرم ما نمیتونیم زیاد بالا پروازی کنیم. برای همین. چه به نوعه چه خونده؟ مادر پروید بیا پروید به میدان آمده، بر گلوی تشنه اش هی تیر کفار آمده، هرچه گفتم این پروید لب تشنه از آبش دهی. به جای مادرت بودم اسمش تشنه است، تمام در میابود کفار آمده، پروید ی رو روانم شهید کربلا، پروید ی آرام جانم شهید کربلا، رفتی یا بی تو نمانم شهید کربلا. حالا چرا وقتی میرم پر جلو دورین رو نمیخونی؟ جلو دورین یعنی که اسلام و مسلمین و چخان و اینا نه 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 این علیکی نیه جزشه. پس نقش اول بیم بخوره دیگه. نقش اول خدا. اگه کسی دیگه بخواه باشه چی میشه؟ مثلا نمیشه. مثلا چی میشه؟ نمیشه. اگه اماد بشه چی میشه مثلا؟ اما نمیتونه جلو دورین یه ایتلتوات کنه. بیا مو بیا بینگاه کن بینگاه کن بینگاه کن اینا آمدن پیش دایی محمد. ببخشید دو چرخه میخواستیم بیاریم برای فیلم دریا قلی. معذرت میخوام. ببخشید ازم چی شده. این دایی محمد کیه؟ این میشه دایی رئیس اینا. بودن چرخ رئیس رئیسی شو بگیره. نگاه کن چه قیافه هم خودش گرفته کلا بردار. اینطوری ادا آدم مظلومای در میاره که مجانی پاشون در بیاد. آقا خدا میدونه اینا به اسم ما چقدر کپون از این ور و بر گرفتن.
خدا میدونه فقط. تشکر. دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم. تشکر. می‌بخشید مدامت شدید. تشکر. باجر آقا. خدا به شما. قربان شما. باجر. خدا به شما. بله بله به سلامتی اومدن برن مصاحبه میکنن برای خودشون. صدا خوبه؟ نه دوست بگو بگو. الو یک دو سه چهار یک دو سه چهار تمرین میکنیم. صدا خوبه؟ تیپ چطوره؟ برو 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 اماد اماد برو. اینم یعنی رفیقشه، چه میدونم رقیبشه همین یارو آقای اماد خان خانعلی خان. بفرما اینم زندگی ما. خاموش کن یه بار دیگه. آقا اماد یکی از بچه‌ها جبن کسی بود که تو سن 12 سالگی وارد جبه شد، هیچ سنی نداشت. اوه اما پچه را سنگ میش کنی؟ سنگ ما چی کار داری؟ حال شما خوبه؟ سلامتی؟ این مجسمه رو میشناسین کیه؟ بله؟ نه چطور نمیشناسین؟ اسمش دارن نشنیدین؟ این مجسمه برای چی زدن اینجا؟ بچه کجایی؟ بچه آبادان. کجا آبادان؟ ذوالفقاری. خود تو میگی ذوالفقاری، این ذوالفقاری برای چی ذوالفقاری شد؟ به چه مناسبتی ذوالفقاری شد؟ همین شهر ذوالفقاری برای چی ذوالفقاری شد؟ ها؟ شما اسمش میگین ذوالفقاری همین مجسمه. بابا اسم ما دریاقلی بود یا ذوالفقاری؟ یکی به این بگه. این مجسمه رو میشناسی؟ نه والله. ها؟ نه. بچه کجایی؟ ذوالفقاری. آخر ذوالفقاری ها؟ بله، سیمتی ذوالفقاری. مگر اینجا اسمش ذوالفقاری نیست؟ خب اسم این شهید ذوالفقاری روش نهادن که شده ذوالفقاری. بابا جماعت، اسم ما دریاقلیه، نه ذوالفقاری. یکی به این بگه. راحت ذوالفقاری بشناسید. چطور ذوالفقاری نمیشناسید؟ شهید ذوالفقاری اولین کسی بود که فهمید که عراقی‌ها وارد این شهر شده. شهید دریاقلی. چی میپوشی؟ نفت یا آه؟ نفت. آره. آه میدونی نفروشی شغل کی بوده؟ نفروشی شغل کی بوده؟ همون نعمت نفتیه. میگه ولش کن به چه مردمه. مجسمه دریاقلی میشناسی؟ آره. کی بوده دریاقلی؟ برای چی مجسمش اینجا زدن؟ از کی شنیدی؟ از کی شنیدیم؟ بله دیدیم اینجا جلوی خوب داشتن که زمان قدیم بخاطر نفت بوده. بلندتر صحبت کن. بله آره بخاطر نفت اینا که بخاطر نفت؟ آره. نفت چی؟ نفت مال عراق نمیده، مال ایران بود نمیده، مال چی بود؟ بخاطر نفت بوده. آره. ببینین جوانای همسن ساله‌ای تو خود آبادان دارن زندگی میکنن. دریاقلی، شهید دریاقلی که آبادان رو نجات داد، براشون دریاقلی شناخته شده نیست. ببین بس. ما یه چیزی میفهمم که دارم حرف میزنم، الکی به من نگو بدبین. نشسته و از عمد داره با یه کسایی مصاحبه میکنه که من اصلا از بیخوبون نمیشناسن. رفته به اونا داره میرسونه که چی بگن و چی نگن. بده که من زایع بکنم. هیچکس از مجریگری شما راضی نیست. ما حرفه‌ای نیستیم، ما آماتوریم. خب آماتور خیلی ضعیف هم هستیم. انشاءالله بعدها خوب میشه. بیا نگاه کنم، نگاه کن، نگاه کن. انگار امتحان کنکور داره. اینا دیدن این نمیتونه، بلد نیست، این کاره نیست، مجبورش کردن یه خط سوال اینطوری حفظ کنه. نگاه کن. مرد مرد مرد. نگاه کن. نگاه کن. ما منتظر برادر شهید دریاقلی هستیم که یه مسابقه باش داشته باشه. شرکت نفتی هنوز نیومده. یعنی احمد خیلی وقت منتظر شید. احمد قربونت برم. بیا کوکام، بیا کجا بودی؟ بیا اینا زدن کوکات داغون کردن. احمد بیا قربونت برم. بیا ها بذار احمد حالا همه چیز درباره ما بهتون میگه. حرف مفت نزنید. تمام شد دیگه. تمام شد. احمد ماشاءالله. آی دریاقلی حال شما خوبه؟ سلامتی باشید. بفرمایید. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ سلامتی. بفرمایید. ببخشید حال شما خوبه؟ سلام. ما خیلی وقت منتظرتون هستیم. خواهش می‌کنم. می‌خواستیم ببخشید یه مسابقه باهاتون داشته باشیم در رابطه با شهید دریاقلی. نقش شهید دریاقلی در رابطه با عدم سقوط آبادان چی بوده؟ عرض کنم که ما اگر بخوایم اهمیت کار دریاقلی رو تشریح بکنیم بایستی برگردیم به تاریخ. در سال 1320 احمد کوکا چی کار جنگ جهانی دوم داری تو؟ داستان منو بگو. بیا اینم کوکای ما. اینا میان یه تعداد سرباز انگلیسی
توی بشکه قایم میکنن میذارن سر اسکله 7 سی همینجا بعد اسکله 8 اینجا بعد تو سل هیز کام تو من اینتو ناتسی سلیوری دی اوکیپیشن واز کمپلیتد کوئیکلی دی من از استیل تینک نات کوئیکلی انف اند دو موست پیپل فیل دات دی راوندینگ اپ اف اکسیس ایجنتس شود هاف بین کاریڈ اوت مچ مور دراستیکلی دیس اکشن واز ات لیست انادر اینستنس اف بریتن گیتینگ هر بلو این فرست. اینجایی که الان ما قرار داریم اسکله 7C هست، اسکله ای که نیروهای مزدور رو توی به صلاح بشکه گذاشته بودن که کسی نمیفهمید که اینا توش، یعنی نیروهای انگلیسی رو، آره نیروهای انگلیسی رو داخل بشکه اینجا اردودن روی این اسکله و کسی اصلا تصور اطلاع نداشت، نه اصلا کسی هم نگاه میکرد که نیروی نمیاد روی تعداد بشکه اینجا تخلیه کردن و به صلاح توش نیرو هست ولی کسی نمیدونست این مسئله. این مسئول فرمانده مثلا پاسکا، فرمانده نیروی دریایی، فرمانده خدمت شما عرض کنم که جاندارمری، همه اینا رو جمع کرده بودن توی یکی از باشگاه ها و به حد وفور به اینا مشروب داده بودن، مشروبی که مست کننده است. اینا مشروبات خورده بودن و رها شده بودن. بعد چیکار کردن؟ از اون در باشگاه ها رو باز کردن، سربازای هندی که توی باشگاه قایم شده بودن اینا اومدن و چیکار کردن؟ از روی اسکله اومدن اینجا و به راحتی پالایشگاه رو تصرف کردن. اینجا انگلیسی ها پل زدن، سنه 1320 پل زدن و به صلاح اومدن این ور و تدارکات رسوندن و مقدمات تجاوز به پالایشگاه آبادان رو فراهم کردن. اگه اون موقع ما بودم بهتون میگفتم با این پول باید چی کار کنیم، خیلی بیارزه بود این اوقتی ما، یعنی ما نبودم. دو تا ناو جنگی ایران به نام ببر و پلنگ اینا رو هم چیکار میکنن؟ منهدم میکنن و غرق میشن توی آب. Rescue of a nation too weak to act in its own interest. Congratulations to these men who carried out a delicate task with tact combined with strength. بگم احمد به همه بگو این مجسمه شاهرضاشاه که انگلیسی ها انداختنش بگو. نه و دقیقاً در شهریور سال 1359 و حمله ناجوانمردانه عراق به ایران از اون طرف، اون ساحلی که ملاحظه می‌فرمایید اون دقیقاً ساحل عراق و این رودخونه که بسترش هم زیاد طولانی نیست، فاصله بین ماست، از اون نقطه با RPG و خمپارانداز دقیقاً این قسمت رو که مربوط به بویلرهای ماست، پاور استیشن شماره 2 در قدیم می‌گفتن، این نقطه رو مورد اصابت قرار دادن و به آتش کشیدن. هذه عبادات اكبر ميناء على الضفه الاخرى لصف العرب. از او اول نخلا یعنی از سمت ذوالفقاری تا این لبه آب هر کسی میخواست بیاد باور کن شاید 100,000 گوله، یعنی به این صورت. من یادمه با بچه های زرقامی اینا بودیم، وقتی ما اومدیم وارد ذوالفقاری شدیم، وقتی درگیری شده بود عراق از او دست حمایتشون میکرد، به مثلا خمپاره و توپ و تانک و اینا میزدن اینور بره مردم، مردم هم تجربه نداشتن بدبخت ها، حتی بعد یا فکر میکرد سلند گاز میدادن، بچه جان خودم نمیم سلند گاز میدادن. وقت ایران گاز یا پرسی گاز؟ بنده خدا مردمی که با این بی تجربه ای ولی وارد عمل شدن، عراقی که تا دندان مسلح بود با او ارتشش که این همه مینادید، تانکاش به اندازه مورچه، تو شما لونه مورچه دیدی؟ به اندازه لونه مورچه در بیابونا تانک داشت. یعنی یه رگ راست تو بدن اینا چی وجود نداره؟ اما خب این فیلم مال منطقه ذوالفقاره نیست، یه جای دیگه هم یه زمین کشاورزی اینقدر در اینقدر باشه، توجه کنید دوربین داره؟ دوربین داره؟ اینقدر در اینقدر به همین بزرگی 20 تا کشاورز ایستادن روش گندم می‌ریزن روش اینطوری گوله می‌خوره. خدا کجا بری؟ راه فرار نداری. یه سنگری بود
یه سنگر بود روش خواهی گرفته بودن. ما رفتیم تو سنگر خوابیدیم. من هواپیما رو راست خیلی میترسیدم تو جبه. بعد دیدم هواپیما شیرجه رفت. هواپیما که نگاه کنم شیرجه رفت. خدا کجا برم؟ آخه آمو، ولی یکی راسته، مال بمبارون خونه های مردم تو آبادان. کاش که اینم راست نبود. تو آبادان چی کاره بوده؟ تو همون قبل از که شهید بشه؟ نه والا نمیدیم، باشباه نمیدیم. نه، اوراق فروشی داشت. چون دارن درست کرد؟ همین موتور ها؟ بله. 150 دیگه تونی همش بده کاره. با جعفر بیخیال، حلالت، حلالت. آخر منطقه ذوالفقار یک اوراق فروشی بوده. بله. ایشون تو همین اوراق فروشی کار میکرده و به وسیله همین وسایل اوراقی ماشین امرار معاش میکرده. کارش اوراقچی و ماشینه اوراق میخرید، ماشینه فرسوده اوراقچی میخرید، اوراق میگرد. قبلا دستش در اثر چی بوده نمیدونم، ولی دستش آسیب دیده بوده، یه دست فلج بوده. بابا این گفتم پاش این خونپاره خود پاش قد شد. من میدونم، نه قبل از انقلاب، قبل از انقلاب دستش خراب بود. نه خراب نبود، بله. کار میکرد. این شبیه همه چی از غیر دریاقلی. این دریاقلی طوری نبود. دریاقلی بسیار مرد خوب و آقایی بود. نه آدم خوبی بود. بله. بیرون در باشید. عنوان میگن که آدم راحتی بوده. آره حتی به هر حال بحث تحول تو انسان یه لحظه است، یعنی یک آنه، یک اتفاقی که حالا یه رابطیه بین انسان و خدا، یعنی نمیشه حساب کرد رو گذشته افراد. خور نبی با او عظمتش یه استارت باید شد که بیا طرف امام حسین، یک استارت. خور نبی چیه؟ خور یعنی دیگه آخریش بود، این جدید جدید بود، با زدن یه استارت هرم چی نمیشه. بفهم بابا، هر بابا دیونم کاری بخورن. یه استارت باعث شد که هر بیا طرف ما بود. حالا شما یعنی دیگه میگین آقا دیگه چی هستید؟ زمانش همه چی کاره بودن؟ چی کاره بودن بودن؟ همه شون آخون بودن؟ دریاقلی یه کسی بود که اصلا کاری به انقلاب و اینا نداشت. اما این همه حرفاش شوخانه. تنی جنرال رومل اومد مجسمه شاتونه تو انقلاب انداخت پایین. درباره شهید دریاقلی در زمان پیروزی انقلاب در ببخشید یه وادی. یه وادی بیا. تریپ کرد. بابا چیه؟ بابا از به خدا منم گم میکنه. بابا تو مسلط خوب بیان کلاما ولی ایمانم گم میکنه. بابا تو بزود برند اون که از خواب میگم بیا بابا پای چیز پای دورمین بیا اینو بخونید. از تو دست باچه میکنی آدمه چیه؟ سکرات نمیگی یه جمله رو کتاب میکنی؟ نه بابا اینقدر بابا همون هنرپیشه ها صد بار یه چیزه تکرار میدن. خب باشون نبودی اما این رفیقت با همه هنرپیشه هم که قبلا کار کرده. مسابقه ای داریم با برادر شهید دریاقلی جناب آقای احمد قلی دریاقلی در رابطه با سرنگونی مجسمه شاه سابق در زمان پیروزی. بله همینی که این میگه، اسم برادر ما احمد قلی دریاقلی. مردم اومدن اینجا که مجسمه رو بیارن پایین، نیروهای نظامی نذاشتن. بله. بعد یه شب ما هم تو خانوادگی تصمیم گرفتیم بیایم این مجسمه رو بیاریم. اومدیم اینجا من بودم با عباس نورانی و سینمون هم گذاشتیم پشت و اومدیم اینجا. اومدیم حالا بعد از یه بحث مفصلی که با این سرگرد و اون نیروهای نظامی داشتیم متقاعد کردیم که اینا به اصطلاح ول کنن برن. بله. اینا متقاعد شدن رفتن ول کردن رفتن به سمت مخابرات. آره به سمت مخابرات. بله ما اومدیم، من رفتم اونجا پای مجسمه به عباس پسرامون که تنومند و اینا گفتم دستات بگیر. ما رفتیم بالا. بله. رفتیم بالا، من هر کاری کردم دیدم اینا پیچ و مور است، باز بهشون نیست. بله. بعد دیگه دیدم خب الان کارمون گیر افتاده چیکار بکنیم. اون موقع شبم کسی نمیشناختیم. من به عباس گفتم برو پیش دریاقلی ذوالفقاری، چون واقعا وسیله ارتباطی نبود، برو بگو این جرثقیل برداره بیاره تا ما این کارو بکنیم. دریاقلی جرثقیل برداشت اومد اینجا، اومد که اینجا
اینجا گذاشتیم و بعد دیگه زنجیر انداختیم تو کتفش بکشیمش بالا، موفق نشدیم دیگه. با هل دادن بوم کرن کمرش خم کردیم و دوباره زنجیر انداختیم کشیدیمش، از اینجا کنده شد. از نیمتنه یعنی از زانو قطع پاهاش موند، نیمتنه اومد کنده شد و به صورت همینطور بازی و اینا گرفتیمش و بعدم دادیمش بردن تو این حراست طرف برم، گفتیم آقا اینو ببرید بذاریدش اونجا. پس شهید دریاقلی در داخل کندن مجسمه شاه سابق حضور داشت. باشه ولی بله. زمانی که من جرثقیل احتیاج داشتم فرستادم، ایشون جرثقیل برداشت آورد، چون اون موقع کسی رو نمیشناختم که ازش کمک بگیرم که این بله یعنی زمان انقلاب احمد قلی ما بوده جنرال رومل، منم بودم سرباز هندیش. بله تو درست میگی. اول دریاقلی نفهمید. بله. اول اون کارگر سازمان آبرقا من فهمیدم. جعفر تو گفتی نه؟ بلاش برو 150 تومن برد بیار. شما میدونید با چی اومد به سپاه اطلاع داد؟ چه وسیله داشت؟ با دو، همش با دو. بله. موتور. بله بله. اون موقع با دو چرخه رفت. اونجا دیگه منطقه دلتاقه دیگه معروف شد از اون موقع به بعد. من به همسایه‌ها تمام گفتم. بله. گفتم بابا ایتوره، گفتن نه دروغ میگی تو. گفتم والله بلا. چون یه دو چرخه‌ای داشت تو منطقه همینطور گشت میزد و اینا. دریاقلی اولین کسی بود که اومد به پاسگاه ژاندارمری خبر داد. ما دادیم. بله. اون همون سازمان آبیه داد. بله. نه بل... درسته. بله. چرا دروغ میگادم؟ درسته. بیاده بود دیگه دوید نفس نفس مون. دو چرخه داشت. من اطلاع ندارم. یعنی ایشون با همین دو چرخه‌ای که معروفه اومدن دم سپاه. یعنی اولین شکست رو عراق اونجا متحمل شد. آقا صبح از خواب بلند شدم دیدم بعد نیرو داره میره دریاقلی. جبهه اروند رود آمدن و دریاقلی، جبهه اروند رود آمدن و دریاقلی، همه مردان سلحشور در آنجا بودن، همه مردان فرزنده شاه عرب، فرزنده شاه عرب، دارم از خود عجب، فرزنده شاه عرب، دارم از خود عجب، سقای تشنه. مادر من خدا شاهده تو جبه اینقدر برام گریه کرد که جفت چشاش پر شد با قرآن. هی گفت نه نه دیگه بسته، یه رزمنده یه رود دو رود، من 8 بار 7 بار یعنی مجبور شدم خدا شاهده چشم من از دست دادم، ترکش خود اینجا اونجا بدنم، بالاخره خیلی از جا بدنم از دست رفت. هی مادرم بنده خدا قصه خورد، هی گریه کرد، گفت پرویز رزمنده یارو 3 ماه میره، 4 ماه میره، 5 ماه میره، دیگه دست بردار. گفتم تو 7 8 ماشاءالله بچه داری، یکیشو میخوام اینو بده گندنه، هر گلی یه بویی داره. در آن واحد همون دقیقه همون موقع تجربه جنگی رو به دست می آوردیم. مثلا عراقی‌ها رو ما یادم میاد نشستی شراول میگی یعنی چی ها؟ بجه که داستانمونه بگی داری داستان خودت تعریف میکنی؟ میگفت اینه من روسیه رفتم 6 ماه دوره دیدم، همون موقع ما با شلیک عراقی تلم. بیاین اینجا خونه شهید دریاقلیه، دختر شهید دریاقلی. پرویزو نه بله چی بلند کردی بردی داره خونه دختر ما؟ ها؟ به اجازه کی؟ این ماشین عباسمونه، عباس دامادمه، بچه برادرمه. چی نوشته رو ماشین؟ نه قرمز، نه آبی، فقط زرد طلایی. نه قرمز، نه آبی، فقط زرد طلایی؟ یعنی چی؟ زرد طلایی،
برای شما خوب باشه. ان شاء الله سلامت. اینم خود عباس اومد. سلام. احوال شما؟ حال شما خوبه؟ خیلی خوشحالم. بفرمایید. عباس چطوری عمو؟ خوبی؟ سلام عرض شد. حال شما خوبه؟ ان شاء الله سلامت آقا. بفرمایید آقا. اینا زیاد تحویلشون نگیرید. بفرمایید. آخ اینم دخترم پروینه. ماشاءالله. هزار ماشاءالله. من دختر بزرگش هستم، اولین بچهش. اسم پروین سورانی. پدرم 4 تا فرزند داشت. اولیش من بودم. دومیش رضا سورانی. سومیش پریوش و 4مشم محمده. نمیگم همچی خیلی مؤمن بود. یه حرفا چیه داری میزنی دختر جلوی دوربین؟ اینا ور میدارن فردا اینا چاپ میکنن به مردم نشون میدن. دست میگیرن براتون. نه خوبه به قرآن. اصلا یعنی تو بند مادیات نبود. مثلا من یه وقتی میگم آقا خود یه خوله‌ای بخر به اسم مثلا فرض کن زن آقا، من مادرم جدا شده بود، میگه آقا ول بکن دنیا اینه، تا زنده بخور بگر کیه فرداش دیده. حالا من از این خاطر دریاغلی که میخوام بگم، عباس آدم حسابیه. عباس منو خوب میشناخت از بچگی و میدونه من چطور آدمی بودم. خدا بیامش خوب اصلا مقید نبود. حالا بگیم آقا بیا نگو دارم بهت میگم از این حرفا نزن جلوی اینا. احمد قلی خیلی واشکل انجام میده. حیف این دختری که ما به تو دادم. خب بابا ما برادر بزرگمون میخوایم بگیم خود زشت تو اسم دریا قلی اسم دهن پر کنه، اما هیچ چند خودت نداری کنه. من همه چیز دارم. خب ببین دارم بهت میگم فعلا میفتی میمیری تو خفت خاری میبری. خدا بیامرزش، خدا بیامرزش. منو این جمله یادم نمیره بهش گفت که ما مردم برای شما افتخاره. یه روزی برادر بزرگ ما با یه دو نفر حرفش شده بود. یه دو تا درجه دار نیرو دریایی بودن، دریاقلی اومد، اینا هم دید خیلی گردن کلا تن سر صدا، بعد اینا فواشی کردن. دریاقلی سر صدا کرد و اونا هم درگیر شدن، بعد جداشون کردن. برای اولین بار ما نشستیم پشت ترک موتور ایشون میرفتیم. حالا تو دلمون یه حرام این قضیه آجوره نگو. خیلی از ایشون حساب می‌بردن. بعد رفتیم طرف همین کلانتری 4 اینجا. باشم نزدیک کلانتری میشم گفت صاحب صاحب گفتم چیه؟ گفت یه بلای سری دو نفر بیارم. گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفت برو آجره برده بیا. یه آجره گفت بزن. گفتم کجا؟ گفت بزن آقا سرم. گفتم من نمیتونم. گفت بزن میگم. گفتم من نمیتونم بزنم. گفت باشه میگم بزن. بده ما ببینم. گرفت همچی زد تو سرش که ما یه لحظه ترسیدم مثلا خونم نیدوندم به این شک. خون از کلش فوره زد. رفت کلانتری که آقا بله دو نفر حمله کردن به ما و وای بس به این سر میزدن شکوندن و خلاص معمول گرفت و خلاص اومد اینجا یه بلای سر دو نفر آورد. نه آقا سرانی میگم که بسرم اگه اجازه بدی من میخوام یه چند دقیقه با دختر صحبت کنم. آقا یعنی خیلی بددل بود اصلا اجازه نمیداد. آره راست میگم. در من گفتش هر چی همین ظاهر باطن میخوای بخونه میخوای نخونه. بعد آقا سرانی گفتش که نه خب بسرم فقط ببینم خودش راضی نه. گفت خب راضی دیگه. این دیگه خیلی اصرار کرد گفت خب باشه در باز میذاری 5 دقیقه از دور زیاد هم نگاه نمی کنی ها فقط سوال میکنی. این هم دیگه خلاصه ترس از آقام که داشت ایستاده بود. حالا ما هم هرچی واسه که یه سوالی بکنه دیگه هم دیگه ترسیده. گفتم خب به حرفت بزن آقا نگو 5 دقیقه میشه برخ نداره. گفت خوش شما زرد میشه. گفتم بیا بعد گفت هیچی میخوام بگم زن من میشه. گفتم یا نصیب و یا قسمه دیگه همین ما بودیم آقا بود تمام شده نامزاد کردن خوشحال نه نه چرا؟ کار درست باشه نه کار که درست باشه مستنده اینجا خوشحالی؟ اگر درست باشه خیلی خوشحال بسی بریم خوشحال بسرم مثلا جا عروس نخوام دارم بسنم عروس بردن خوشحالی؟ حتی که عروسی های خوشحال میشه نه خب خوبی که من عروسی کردم زن و بردم تو خونه دیگه خب میتونم که دیگه زن داره حتی نمیره و طرفی طرف میه فکر زنی کن من از یه طرف دیگه خوشحالم نه از اینکه مثلا من از اینکه دختر رو به پسر آمون آمونم من آمونی خودمونی هستی میتونی رفت ما زیاد داشته باشیم خیلی هم بهتر از این خوشحالم برای که ما همیشه رفت ما رو بزاری تو داشته باشیم و خیلی بریم بیاییم یه خواهری داشت ایران. این خواهرش با یه قصاب حرفشون میشه. بعد چون میدونستن که یه آدم خیلی زرنگیه و نترسه به قصابه میگن میدونی با کی دعوات شده؟ میگن نه. میگه با این برادرش میگن دریاقلیه. و
بعد بیچاره پدرم که میاد که به صلاح به قصابه بگه چرا با خواهرم دعوا کردی؟ اون دیگه از ترس که میگفتن این خیلی آدم زرنگیه و ببین اسم این فتل قصاب جلویمون نیاد که اسم اسمو میرزه به همه بدون اینکه سوالی پرسشی بکنه با ساتور میزنه دست چپ آقامو شارک دستش قطع میکنه که دستش به این حالت بود همیشه مثلا که میخواست موتور چیزی بگیره مثلا دستش باز میکنه اینجوری دسته موتور میگیره اراده اون چنان نداشته است من اصفهان بودم که آمو بزرگم که الان جزیره است اون موقع فیلم برداری کرده بودن از آقام یه جیپی بهش داده بودن یه لباس سپاهی بهش داده بودن بعد اینم فیلم برداری کرده بودن یه تیکه خیلی کوتاهی بود بعد ما دیدیم که آره آقام صحبت کرد و گفتش که آره من اینجا ایستادم تا آخرین نفس اله میکنم و صدام بله میکنم یه خودم حرفای ناجزده بود سانسورش کرده بودم شاید یه 5-6 ماه گذشت که گفتم پدرتون میگن ترکش خورده آموم خیلی زحمت کشید شهر به شهر رفت دنبالش گشت گفتم ما پیداش نکردیم بعد یکی از فامیلامون خدا بیامرز زهراب قاصدش میگفتن اینو ما دیدیم گفت والا من آقات وقتی که ترکش خورده بود رون سفیدیش بعد آوردن ماشر بعد ماشرم خونریزی داشت گفتم دریا چی شده گفت هیچ چیزی نه خود پام زخمی شده گفتم وصیتی چی گفت بابا یار فاشیه من میخوام بمیرم که وصیت کنم پیش پام زخمی شده چند دیگه خوب میشم برمیگردم میام اوراق فروشیم فقط رضا پسرم اونجای حواستون باشه که بعد دیگه وقتی اینجوری میشه میبرن آقام با قطار باربری میبرنش کجا تهران ای داد از غریبی و بی کسی به خدا ای داد ای داد تا بیمارستان سینا پدرم زنده بوده حرف میزد قشنگ اما اون ریزی پا شدید بوده تا بیمارستان سینا میرسه و اونجا دیگه اسمش و فامیلیش میگه و شهید میشه جایی نداشته که مثلا فرض کن بگه من به خونه خواهرم که تهران تو قلعه مرغیه مثلا برین اطلاع بدین هیچ دیگه به اونجا نمیرسه بعد اینو ما فقط شنیدیم بعد آمون گفت هر چی میگردم آمون پدرت پیدا نمیکنم میگم بذار ما بریم همه جای گشتن نجستن بذار بریم تهران میگن تا تهران بردنش بریم اونجا بعد میرن و برمیدارن میرن تو بیزرای تهران میگن آره کسمی به اسم دریاقلی سورانی اینجا خاکش کردیم اما اونجا هنوز شهید اونقدر نبود تو قطعه شهدا خاکش بکنن قطعه 34 بود که قطعه عمومی بود که الان هم قسمه است آقا پدرم میگم آدم خیلی دلیو خیلی چابکی بود یه موقع میدید مثلا این شهر یه دفعه بوده وسط فلان شهر زنگ گرفته صدا زنگ گرفته خدا بیامرز وقت نکرد بقیش هم بگیره من که گوشم رو گرفت هر چی دلت میخواه بگو میگن که کجا میگه نه این احتمال داره دوباره رفته یه جا دیگه زنگ گرفته یه جا دیگه علیکی میگن شهید شده خلاصه مامون چیکار میکنه میگه نه اجازه بدین که من قبر بشکافم ببینم واقعا برادرم یا نه بعد قبره که میشکافن پدرم قسم چهرهش پیدا بوده فقط موهاش صورت یه مقدار کبو شده بعد همین دستش که اون قصاب خدا بیامرز یا الله هست یعنی فتلی خدا بیامرز داره این نشونه ساتوری که تو دست آقام خورده بود اشاره که دست قطع بود آخه بخیه خورده بود آمام اینجوری که دست این ملافه این کفن ور میداره میبینه اه همون دست آقام و اشاره که دستش که قطع شده قشنگ پیداست الان میگم خدا بدشن بیامرزه چون کمک کرد به شناسایی جسد دریاقلی چون اگه این علائم یا این آثار نبود ممکن بود سخت باشه شناساییش ممکن بود هنوز ما به عنوان یه مفقود الجسد ما بشناسیمش وقلنا للدجالين في بهران إن العقاب الذي سننزله بهم هذه المرة جراء إصرارهم على العدوان سيكون عقابا صارما وحاسما بالفعل المقتدر والإصرار الشجاع على انتزاع النصر النهائي المؤزر من عيون الأعداء خب يا آقا يا فيلم برات بازي کنم به روز و سوقی تو چی بذارم؟ چیه؟ بیا برو عزیز فلانی، بیا برو عزیز ساری، برو انیزان چی؟ با مانه هنرپیشه کن ای بابا با شما هست آقای احمدزاده، بابا مانه هنرپیشه کن، با خدا ما یه پا هنرپیشه ایم یه کاری میکنم یا آبادان برام بلند بشم ایتو نیم چه نمیه تو میگه میگه آقا بیا خدا رحمتش کنه خدا بیا مردش بیا درباره دریاقلی چیز کن خود دریاقلی خدا رحمتش کنه خدا بیا مرد میشه یه فیلم نامه درباره یه فیلم به چیز کنی که ما باشم دریاقلی
بعد جناب داماد عزیزمون حالا چطوره که کار دلم تنگ شده براد. این دامادمون هم خیلی داستان داشته، یه چی دوده 637 بار اومد در خونمون تا آخر بهش دختر دادیم. خالم هم خدایی حیف شد ولی نه اینم آدم خوبیه. دریاغولی قبرش اینجا افتاده رفتی دیدیم اونا یه دفعه فرو رفته من رفتم درست. حالا میخواستم باز این دفعه برم درست کنم فرصت نمیدارم. شما خوهرش هستید؟ بله. خوهرش ما خوبه هستم. الحمدلله. ها این هاش این هاش نمیفته لقصا بود که منو ناکار کرد با ساتور. برای چی قایم میشی امو؟ ببینون آقا یالا اینا دارن میان، اینا دارن میان فیلم بردارا. اصلا تعجب کردم که چجوری یاد دریاغولی افتادی. ما که نبودیم اونجا ولی میگودن آبادان این نجات دار. بله من خواهر بزرگشم. اینم خواهرمه. طفلک از همون بچگیش هم این مظلوم بود. به خاطرش دعوایی با فتلی قصاب کردم. یادش بخیر. صحبت کنم. بله صحبت کنم آده. از شیش بگم. از هر چیش دوست داری. اما بچه خوبی بود دیگه با غیرت بود اینا. قربونت برم دادم. نگاه کن چه قشنگ از اون تعریف میکنه. قضیه یه دعوای با فتلیشو بر ما تعریف کن. سر من سرم دعوا شد. آقا اجازه بده اونم من بگم. باز رفته بودن که بگم به دریاغولی بیاد. من گفتم اگه بیاد اینجا دعوا میشه. اینم خوب سابقه داشتیم از اینا که اینا چاقو میزنن و چیزی بود. من الان رفت بودور رفتم که کلانتری مأمور بگیرم بیارم که اینجا نذارم این دعوا بشه. همین تو کلانتری بودم دیدم اومدن اونجا که ناراحت شدم اونجا رو دید خونم داشت میریخت از دستش پایین رو دویه زده بود و داشت میریخت. بردیم بیمارستان اینا بخیه زدن اینا دستش دیگه ناقص شده بود دیگه نمیتونست مثلا اینجوری میشد دیگه نمیتونست واک کنه زور داشت مثلا چیزی بگیره. آره اما وا نمیشه با دستش اینجوری وا میکرد. فاتلی میگفت نه من نزدم. بعد مامورو گفت من میرم مینویسم که یه خانمه شهادتی داده گفته این زده. گفتم این زد. من خودم بایستاده بودم. چاقو رو این زد به. این جیگرکی داشت. چاقو تو دستش بود اومد. زد به داشتم اینجاش. حالا هر چی بوده بوده. ولی با قول شما مهدی من شنیدم اون شهید شده. گفتم والا خوشا به سعادتش که باز شهید شد توی. همیشه به آقا میگفت فکر نکن تو رفتی حاجا. من از تو زودتر میرم حاج. آقام رفته بود حاج اومده بود این میگو من از تو زودتر میرم حاج. به خدا همیشه میگو میگویدیم بابا حالا این رفته حاج انشالله تو هم میریم. میگو نه من از این زودتر میرم حاج. میگو قصدش بودم این شهید بشه اینا اینجوری میکرد. همین محرم هم که میجوید نهه میخونه با پاره پاره بدن هم تر به بلا وطن هم. اما الان صدامو گوش کن ببین چه قشنگ میخونم گوش کن. حالا خودت مادر رابطت با آقا فتلی چطوره؟ آقا شما خوب نیستیم نه؟ ها؟ والا چون برادرمون اینجوری کرد دیگه ما باش خوب نیستیم. اونا باز یه سلام علام به ما میکنم اما نه اصلا کاری بشون. بابا دیگه 30 سال گذشته دیگه. آره 30 سال گذشته. عکس سر قبل عکس خودش نیست نه؟ نه عکس داشم اینا اینجا. بابا با این حرفای کیلو 5000تون وقت تلف نکنین. ول کنین خواهرمونه برین سراغ او فتلی تا فرار نکرده. یلانه حالا از این می‌خوایم فیلم بسازیم داره. ما دیگه کارش می‌کنیم دیگه. می‌خوام فیلم بسازیم دیگه. حالا بریم قبرش بسازیم تا آقا فتلی که میگفتن همینه. امو جان خودت ولم کن بذارم ما اینه ناکارش بکنم و این انتقام دستم ازش بگیرم. دست بردار از این کینه ما انتقام جویی بس دیگه. والا ما خواستیم ازتون بپرسیم که دریاغولی رو میشناسی؟ دریاغولی؟ بله. اینجا ندار دریاغولی سورانی فتل یعنی تو تا حالا اسم دریاغولی نشنیدی؟ یعنی تو منو نمیشناسی نه؟ چیزی ای آبادان زلفا یکیه؟ نه نه
فتل یعنی تو بعد 30 و خورده‌ای سال هنوز دست از این چخان بازیات ور نداشتی نه؟ اصلا. اما به این رفقت بگو گوشاشونو بگیرم حالا اینو درستش میکنم. همینه میخواستی نه فتلی؟ یادت اومد حالا؟ آره یادم هست. آه یادتم. اون اومدش گفتن که سال 50 در واقع دوستی داشته به نام آقا فتلی قصاب و که پسرشون اسمش احمد سلاح بوده. احمده بله. پسر خودتون دیگه. درسته بله. اون درزه داره آره. نفسه. اینا خیلی هم با هم کیت بودن، رفیق بودن، حتی یه دعوا هم با هم کردن. بله بله. ها دیگه داره راست میگه. درست. که این دعوا در واقع تو اونجا حتی مثلا احتمال قدیم بوده دیگه. قدیم. آره. گفتن در واقع هم حتی مجروح هم شده تو این قضیه. نه. در واقع مجروح. چاقو خورد ولی مجروح نشد. ها یعنی مو چاقو خوردم ولی مجروح نشدم. فتل میخوای بگم دوباره گوشاشونو بگیرن؟ ها؟ والله خوناش هم اینجا نبود، خواهرش اینجا بود، اومده رفتار میکرده. خوناش هم اینجا نبود خوناش. درسته. خواهرش اینجا بود رفتار میکرده. بعد اینگاه دستش ناقص شد توی قضیه ها چاقو بود. چطور آدمی بود؟ به نظر زیاد شناختی ده؟ بود، آدم ببینه میشد. اگه خدمتتون عرض کنم که مثلا یه آدمی مثلا وقتی که عراقی اون بدن مثلا آبادانه بگیرن رفته با دوچرخه خبر داده که شهر نگیرن عراقی ها. بله. و اگه اون شب نبود در واقع عراقی ها آبادانه میگرفتن خودم شهرم که گرفته من دیگه تو جریان جنگ هستی که ما دیگه نبار رو دارست تعریف کنیم که خب آدم تو چشم شما چه آدمی میشه؟ مسلمان میشه دیگه مسلمان میشه اگه بگن این آدم دریاقلی بوده باورتون میشه؟ نه باورتون نمیشه نه؟ اصلا نه چرا؟ آدم خونه نبود که آها یعنی خدایی همون موقع حرف نزده باید میزدمت بولکام اهل همه فرقه بود فرس بله لات بود اون موقع اصل بود دیگه خب خواهر شرف هم شد اومده شنه شکلی اینده ساقو شکلی اینده پوش داده و اینا دیگه آره پوش داده ساقو شکلی اینده معلم رو تونده منم زده با شما هم درگیر شد آره درگیر شد احمد هم ناراحت شد و احمد هم ناراحت احمد اصلا نزده دهلی دوا نیست من دوا شد شما زدی شد آره اینم عقب رو بفرم ای داد از غریبی و بی کسی نه بیا یه از قبرمون اونم از صورتمون بفرم اینطوری شد تو این حرکت میگم دریاقلی اینطوری حرکت کرد به این شکل میخوره زمین امیه بعد به اینطوری میدوه ها کدام نقطه زمین بخوریم بابا یکی بیاد اینه بگیره امیه خوبه دریاقلی به این صورت حرکت میکنه بعد که میاد ها تو همین شل گل بوده خاک با اینکه یه دستش خراب بوده خدا بیامرز پرویزو خودت به جهنم چرخ این دایی محمد بدبخت خراب نکنی با دو چرخه خودشه به طرف شهر میرسون دوباره صحبت کرد اول دریاقلی وقتی تو حین وقتی تو ذوالفقاری عراقی ها فهمید اونم وارد ذوالفقار شدن به این صورت پایدار میداد بعد خدا رحمتش کن چون یه دستش خراب بود تا عادل دو چرخش در اثر پنچر شده عدد داد و به این صورت اینطوری خدا رحمتش کنه نه قبول نیست قبول نیست به قول این رئیسشون کات یه بار دیگه خوب نبود خدا رحمتش کنه شهید دریاقلی چون دستش خراب بود به خاطر پنچر شدن دوچرخه به این صورت میخوره زمین ها انشالله به زمین گرم بخوری دیگه هم بلند نشه ماجرای دریاقلی از اینجا شروع میشه که خب عراقی ها بعد از اینکه به خرمشهر حمله کردن بعد از 40 روز مقاومت اسمش چی بود؟ ها بنادری ما به ای گفتم عملا موفق نشدن در اون روزی که ایامی که اینا برآورد کرده بودن این ظرف یک هفته بتونن خوزستان رو به اشغال خودشون در بیارن و 40 روز فقط در خرمشهر متوقف شدن بعد از خرمشهر و انفجار پل خرمشهر آبادان به منظور تصرف آبادان محاصره آبادان حرکت کردن از سمت رودخانه کارون اینم صدای امین مردی که صدام در زرت و پرت میکنه میگه میخوام خرمشهر آبادان رو بگیرم و علا مشهر سگیلان و سرمی زهر و علا حضاب موسیق و فی المواقع الاخر
ان قلوب الملايين من ابناء العراق معكم. رفتیم به این مراجعه کردیم، گفتیم آقا یه دکون پدری داریم، چند سال داریمش دست یه بنده خدا، بعد الان در حدود 5 ماه تخلیهش کردن، 5 ماه خورده ایه، ولی لش کرده کلیت نمیده. این تندیسی که درست کردم برای آقام اصلا همه میگم یعنی چیه، مثل که آقا داره فرار میکنه. خب جاده آبادان اهواز یک مقاومتی رو نیروهای ما که باز عموماً نیروهای مردمی و تعدادی از نیروهای رزمی بودن در منطقه شیر پاستوریزه، شرکت اروندان و روستای مارد نیروهای ما مقابل عراقی‌ها ایستادن، به دفاع پرداختن. هیچ وجه هم قبول نمی‌کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه. تو اون آخرین قطره خونمون هم حاضر هستیم بریزیم. پای وطن ما. بچه‌هاتون هم هستن. در خودم هستن، بچه‌هام هست، شوهرم هست، برادرانم هست، همه به هم هستیم. برای چی موندی تو شهر؟ چیکار کنیم به مردم؟ کسایی که موندن. چیزی که گیرمون میاد نباید خودمون تنو بخوریم، باید به زیاش هم بگیم به مردم. مدرسه تحصیل شدیم؟ مدرسه هم بله. چرا به جوانامون که اینجا ماندن بیان ای علیکی وایسن رو برن کنار خیابون بشن؟ چرا اصلاحه بشون نمیدن برن جوانی؟ تو دلت میخواست بری؟ بله. من حاضرم همین حالا اصلاحه بم برم برم جوانی. دلت نمیخواست از شهر بری تو؟ نه. برای چی میموندی؟ موندم که کمک کنم به مردم. هر روز زنگ میزنم برادران خواهران خونه ما، و تو چرا این مغازه رو تخلیه نکردی؟ و تو چرا کرایه نمیگی؟ نه آقا، نه کرایه میگه نه تخلیه میکنه. وقتی چی بگم والا؟ یعنی خود چهره عکس آقا ما بدیم، مثلا یه صورت بزرگی مثل مثلا فردوسی دیدین؟ فردوسی مثلا حافظی تو شاعرها دیدی؟ عکس خود شعرها خیلی قشنگ خودشون رو گذاشتن. بعد از جاده آبادان ماشر عراقی ها به قصد تصرف آبادان به سمت رودخانه بهمنشیر، یعنی یک نقطه از رودخانه بهمنشیر رو که به نام منطقه ذوالفقاریه، کوی ذوالفقاریه، محله‌ای در حاشیه شهر آبادان بود، عراقی‌ها تهاجم خودشون رو شروع کردن. یعنی واقعا ما ندیدم، تا حالا یکی بگه آقا من رفتم دادگاه مراجعه کردم به حقم رسیدم. بیا این حق ما. اگه یه همچین کاری بکنم خیلی ما ممنونشون میشیم. این مغازه مانه، میبینی؟ حتی قلف مغازه هم مال خودمه، توجه میکنی؟ حتی قلف مغازه هم مال خودمه. الان مغازه خالیه، رفتیم برای دادگاه. خدا راستی؟ بله. این همسایه‌مونه، میدونه خدا شاده. این همسایه‌مونه، تمام همسایه‌ها اطلاع دارن. آدم نمیدونه چی بگه. نیروهای ما در شبی که عراقی‌ها از رودخانه بهمنشیر تونستن عبور کنن، متاسفانه نتونستیم اون منطقه رو خوب پوشش بدیم، چون بخشی از نیروهای ما صرف دفاع در منطقه خرمشهر شده بود. آمو دارن شهر میگیرن. میفهمی تو فکر دکونتی؟ تشریف بیارید، اونجوری دفعه بشینید. خیلی خیر ان شاءالله. ما الان دقیقاً در محلی مستقر شدیم که اون موقع درب اصلی ورودی سپاه آبادان بود. ما چند وقت به پسرت این مغازه رو اجاره دادیم. پرویز خدا شاهده میان با چکش میدن تو سرتا. هنی دارن شهر میگیرن. چه کردیم حتی قبل از عیدم. وا ویلا. آقا پسرت داخل پاسگاه دو ماه بهش مهلت دادیم، بدون اجاره هم باید باش قرارداد بستیم. تو حالا برای چی داره مغازه بستن؟ این توضیح بده. 9:30 صبح بود که به من دژبان اطلاع داد، به مثل یک آیفون اطلاع داد که یک نفر دم در آمده با عجله و با شما کار داره. البته اون فرد اسم من رو نمیدونه. آمدم به درب ورودی سپاه رسیدم، دیدم یه فردی که تا اون موقع بنده ایشون رو ندیده بودم، به من گفت که چرا اینجایی؟ عراقی‌ها وارد شدن، عراقی‌ها اومدن شهر رو دارن میگیرن، عراقی‌ها اومدن، هیچ کس نیست، هیچ کس کمک نمی‌کنه.
گفتم تو کی هستی؟ تو با کی هستی؟ تو کی هستی؟ گفت من اسمم دریاقلیه. به امروز به حمدالله باز همین نیروهای مؤمن و مسلمان در صدد در هم کوبیدن سنگرهای کفر هستند. به امروز یک بار دیگر میخواهند راه حسین را، حرکت حسین را در تاریخ تکرار کنند و شماها مبین این حرکت هستید و شماها با سلاح ایمان که بالاترین و بالاترین سلاح و جنگ افزارهایی که در دست دارید، هدفتان از بین بردن نیروی کفر و استحکام بخشیدن و محکم کردن حق میباشد. امام فرمودند باید عصر آبادان شکسته شود. روی این عصر تمام رزمندگان ما در کوششند برای شکست این معاصره. اینجا آبادان، رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران. برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک های دشمن در 500 متری پل های ایستگاه 7 و 12 می باشند. با تمام قوا آماده باشید و به تمام وسایل دفاعی مانند تفنگ، کوکتل مولوتوف و نارنجک آماده، یک دفاع انقلابی و شرافتمندانه از شهر آبادان باشید. جالب اینه که زمانی که ما رسیدیم درگیری شروع شده بود. یعنی مردم زودتر از ما، از مساجد، از هر مرکزی که در شهر آبادان در اون موقع نیرو افراد مستقر بودن، مردم سراسیمه به سمت ذوالفقاری اومده بودن. دریاقلی قبل از که به ما برسه پیام را در واقع تو مسیری که می اومده به مساجد و مراکزی که بودن منتقل میکرد. یعنی هر کسی میدیده فریاد میزده که عراقی ها اومدن مثلا بودوید به سمت ذوالفقاری. همه را به نحوی بسیج کرده بود به سمت ذوالفقاری. سیر مردم به سمت ذوالفقاری، یعنی من میخوام بگم که پیرمردی که با دوچرخه، با چوب دستی که بسته بود جلوی دوچرخش، به سمت ذوالفقاری داشت میرم. یا اون نوجوانی که با امریکش مثلا داشت به سمت ذوالفقاری میرم. نزدیک جاده خسرو‌آباد کوره‌های آجرپزی بود. درگیری تو کوره‌های آجرپزی شروع شد. شروع شد با عراقی ها و رفته رفته عراقی ها با اون حجم نیروهای مردمی ما که شاید انتظار نداشتن که اگر ذوالفقاری سقوط میکرد آبادان سقوط میکرد. و این دفاع جانانه اونجا صورت میگیره و گردان عراقی تا قبل از غروب آفتاب شکست خورد. میخوام عرض کنم اگر اون روز این حادثه رخ نمیداد، یعنی خبری که دریاقلی به ما منتقل کرد، بسیجی که باز دریاقلی باعث شده از مساجد حجمه کرده بودن، هجوم آوردن به اوسن و از همه اقصا نقاط شهر آبادان، اگر این اتفاق نمیافتاد من میتونم بگم قطعا آبادان سقوط کرده. بلا تردید آبادان ساقط شده بود، سقوط کرده بود. به عراق به مقصود خودشون رسیده بودن و این دفاع اون شب و اون روز باعث شد که در واقع آبادان به تصرف عراقی‌ها در نیاد و ذوالفقاری یک نقطه عطفی شد در تاریخ جنگ ما. مزدوران عراقی که موفق نشدند که از پلی که بر روی رودخانه بهمنشیر زده بودند به وارد منطقه آبادان شوند، ده ها کشته و خودرو از خود به جای گذاشتند. با چند تن از برادران در این زمینه گفتگوی دارم. برادر شما خودتون معرفی کنید، بفرمایید که دریاقلی سورانی اوراخورش این محل ساعتی که اینا آمدن اینجا سنگر میکندن شبونه ما رد این پادگان خبر دادیم که اینا آمدن اینجا سنگر میکنن برداسته باشن اومدن و به حمد خدا زدن و کودن
آقا به صدام فوش دادیم، برای چی سانسورش میکنی؟ من عضو بسیج مردمی هستم که اومدم در این جبهه با برادران کمک کنم و از اول درگیری هم با سرهنگ بودیم. روزی که دو تا خلاصه همون دو سه روز بعد این قضیه ما چی شهید شدیم. میبینی؟ این نامرد صدام با جنگش ملت عراق هم بدبخت کرد. نگاه کن، نگاه کن، این بدبخت ها هم مفت و مفت بکشتند. آخرش هم چی؟ اونایی که تیرش کردن برای جنگ، بیا دارم مجسمشو برمیدارم. ببینی؟ میبینی؟ ملتش هم سنگش میزنه. یا آخر عاقبتش. بفرم. حالا همه یه حرفایی زدم. ولی ما چی؟ با این همه فداکاری، این همه بدبختی، خانواده من قبولم ندارم. آخرش هم میدونم. میان از همین میدون برام میدارم. تندیسی که درست کردم برای آقا شبیه همه چی از غیر دریاغولی. قیافه ای هم نداره که مثلا مربوط به دریاغولی باشه. آه ارون درست کرده گفت این نیست. دریاغولی طوری نبود. کجا اون کجا؟ دریاغولی بسیار مرد و خوب و آقایی. اصلا همه میگم این چیه؟ مثل که آقا داره فرار میکنه. همینه. اینا همش به خاطر این قیافه هم. من خودم میدونم. اگه بهت بگم دردت چیه ناراحت نمیشی؟ نه چیه؟ درد تو از این مردم نیست. درد تو از اونجاست که واسطه از اون بالا به مردم خودت فخر فروشی میکنی، براشون قیافه میگیری. هنی کی میخوای بفهمی؟ قیافت مشکل نداره، قیافه گرفتنت مشکل داره. چه؟ هنی تو به نظرت ایتاریه که مردم فکر میکنن چون موی بالا ایستادم هنی دارم براشون قیافه میگیرم ما؟ آره باید از مردم باشی، میونه درد و شادی مردم باشی تا قبولت کنن. اگر صبح قیامت را شبیه هستان شبسته میشه ای طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب. ای جان ز حسرت بر لب است امشب. فلک از دور ناهنجار خود لختی می انوان در کمش با این شکایت های گوناگون مرا با کن که بستم شب. ای شکایت های گوناگون ای مرا با که بستم شب شب. آره دارم فکر میکنم میبینم شاید راست میگی. نمیدونم. بزن تو نمون اینجا، برو تو مردم. بابا یه چیزی داری میگی برای خودتا. ما چجوری برم قاطی مردم؟ می نمیبینی استاد دانشگاه همونه اینجا بسته رفته دنبال کار زندگی خودش. اگه درست فکر کنی میفهمی چی کار باید بکنی. یک کمی مخو به کار بنداز، همونطور که دریا به کار انداخت. دریا چی کار کرد؟ دریا چی کار کرد؟ چشماتو چرا بستی دخترم؟ باز کن ببین چی شده؟ مجسمش که نیست؟
مجسمش که نیست. مجسمه جامه را بدرید و آهی کرد تخت، سر نهادن در بیابان و برفت. می روم در خدمت شاهی که ایوانش طلا پادشاه هفت کشور پیش احسانش گداست و صلی علی النبی واسهتون بگه از اون شب عجیب که این رفیق ما سرشو انداخت زیر و رفت میونه مردم، دیگه مردم شهرم از اون به بعد هر جمعه دورش جمع میشدن و تنهاش نمیذاشتن. و از اون موقع بود که اسم مجسمه قصه ما شد چی؟ بهترین مجسمه دنیا، اسمی که لایقش بود، بهترین مجسمه دنیا. خدا تکلیف ما چیه؟ آقای تهیه کننده قرار شد شما نقش اول شهید دریاغولی به ما بدین که ندادین، که ندادین. بعد گفتیم که ما او تکلیف مغازه برات حل میکنه، میرم کلیت مغازه ما میگیم. با دورین رفتی تو مغازه مردم ما شکایت کرد، نمیدونم گفت برو دادگاه شکایت کن، برو کلیت بگیر. خب تکلیف ما چیه؟ یک قران که فیلم دریاغولی به ما نرسید، شهید دریاغولی نرسید به ما ضرر هم زدید، اونم آخرین پر عقابتون بود. گفتی نقش اول نگاهش کردن تو، نه خودم خانواده من نگاه نکردن. و چیکار کنیم؟ وای کار چیکارش کنیم؟ هی میگه آقا این فیلم ها رو آقاش قربونت برام این فیلم ها مستنده بذار کنار، بیا داخل فیلم از رزمنده بیارش تو خانوادگی، حداقل چند نفر آدم منم بشناسه. چش کار داره؟ ما رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دو بود. قصه ما چی بود؟ الله اعلم. تا قصه بعدی همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. نه رو چی کجا میخوای بری؟ وایسی دقیقه جان مادرت ورد، اینا با خودت ورد ببر. این ولمون نمیکنه، ببرش تهران اینجا، این نقش چیزی بهش بدن، این مال اینجا ولمون نمیکنه. عمو la 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 شیر یزدان زدل آید ندا در ملک دل سا
مجلس.